انواع رید، رید صفر داریم بهش در واقع استریپ هم میگن. رید جالبی است. وقتی شما دو تا هارد دیسک رو بس میکنید به رید کنترلر، هر دیتایی که میاد یکیشو این بر میریزه یکیشو اون بر میریزه. یعنی مثلا اگه شما مثلا دو بایت دیتا بریزید، یه بایتش میره رو این هارد، یه بایتش هم میره رو هارد، دقیقاً استریپ میشه. یه بیت. پس اگه دو تا هارد 1 ترابایت واسه کنید به یک رید کنترلر، بعد برید تو کنترلر اینو رید صفر کانفیگ بکنید، شما حجمی که در واقع قابل استفاده دارید چقدره؟ 2 ترابایت. خب رید صفر به چه درد میخوره؟ رید صفر هیچ سکیوریتی نداره. هر کدوم از دیسکاتون بپره کل دیتاتون چی شده؟ پریده. ولی پرفورمنس بیشتری بهتون میده. یکیش که بپره هر دو تا هارد بپره. اصلا دیگه تعطیله. دیتا تعطیله. ولی پرفورمنس خوبی بهتون میده. بله. دقیقاً. اگر شما ارتباط رید کنترلرتون تا او اس تون خوب باشه، شما در واقع دیتاتون رو دو تا هارد داره ریخته میشه. پس برای پرفورمنس خیلی بالاتری بهتون میده. اینو رید بهش میگن رید صفر یا رید استریپ. اینجا براتون گفته مثلا سایزش میشه 2. فیچرش هم پرفورمنسه در واقع. اما رید 1 یا رید میرور اصطلاحاً بهش میگن که رید خیلی خوبیه. خب به خاطر اینکه در واقع شما هر دیسکتون خراب شه میتونید خیلی راحت جایگزین کنید، کل دیتا رو روی اون یکی دیسک دارید و ایرادش اینه که پرفورمنسش نصفه، چون هر دیتای تو میدی باید رو چند تا هارد ریخته بشه، عیناً رو دو تا هارد ریخته بشه، پس برای پرفورمنسش خیلی میاد پایین. این دو تا همزمان نیست. چی؟ همزمان دو تا. باشه. دو تا لوله که بس نیست. رو باس داره این کار میکنه. پس برای این بسیار بسیار پایینه. اصلا نمیشه چیز کرد. نمیشه طور کافی کرد. عجله نکن. یعنی همه رید دارید. اصلا دو رو جهش کرد. جور دو نداریم. اینا تئوریه فقط. تو مقالات وجود داره. سرکاریه. رید چهار رید باحالیه. نه اصلا هیچ ربطی به رید یک نداره. رید چهار، شما حداقل برای راه اندازی رید چهار سه تا دیسک لازم دارید. یا تا میدونی چیه؟ خب دوران راه نمایی یعنی خودش هم فکر می‌کنه که می‌دونه، شما یک نکته خب شما یک نکته‌ای وجود داره در مورد رید 4. رید 4 هر بیتی که قراره بریزه، حداقل چند تا هارد گفتم می‌خوام؟ 3. خب من یه دیتا می‌ریزم، یعنی از بالا دیتا میاد، مثلا یه بیت دیتا میاد، یه صفر قرار ریخته بشه. ما سه تا دیسک داریم. دیسک 1، دیسک 2، دیسک 3. دیسک 3 مون دیسک پریتی بهش میگیم. من یه رنگ دیگه می‌نویسم. می‌کشم یه سبز، آبی. دیتا میاد، یک بیت دیتا میاد، صفر ریخته میشه رو دیسک 1. بعد دوباره یه بیت دیتای دیگه میاد. حالا مهم نیست صفر یا یک. مثلا دوباره صفر میاد. ریخته میشه رو دیسک چی؟ دو. به معنی که دو تا بیت دیتا وارد اری شد، از این دو تا بیت دیتا یک پریتی ساخته میشه که ایکس اور فرمولش، یعنی ایکس اور این دو تا گرفته میشه، میشه چند؟ یک. پریتیش یا ایکس اورش ذخیره میشه رو دیسک چی؟ 3. دوباره از اول از اون بالا داره دیتا میاد دیگه. مثلا روی این یه دونه صفر میاد، روی این یه دونه، یعنی دو تا بیت پشت سر هم میاد، یه بیتش رو این ذخیره میکنه، یه بیتش رو این، بلافاصله پریتیش هم روی میشه چند؟ دوباره دیتا میاد، دو تا بیت یک پشت سر هم میاد، یک یک سه. خب بس حالا اتفاقی که میفته اینه که شما هر کدوم از این دیسکارا که دلت میخواد میتونی فیل کنی. هیچ اتفاق هم نمیفته. چه این، چه این، چه این. ما یکی از اینا رو فیل میکنیم بره پی کارش. مثلا کدوم دیسک رو فیل کنیم؟ دیسک 2 رو. دیسک 2 الان فیل شد، یعنی به دیتاش دسترسی چی؟
ندارید. سیستم خیلی راحت میتونه از دیتای دیسک 1 و دیسک 3 دیتای دیسک 2 رو ریکانستراکت کنه بسازه. دوباره ایکس اور میکنه، کاری نداره. الان ما اینو نداریم. ایکس اور میکنیم. 0 و 1 میشه چند؟ 0. 0 و 0 میشه چند؟ 1. 0 و 1 میشه چند؟ 1. 1 و 1 میشه چند؟ آیا این دیتای همین دیسک هست یا نیست؟ استاد یه لحظه دیتا که رو دیسک یک نوشته شد چی بود؟ دیتا که رو دیسک دو نوشته شد چی بود؟ ما نمیدونیم چی بود. از بالا دیسک این ریت کنترلر ما هست. خب؟ لینوکس اینو به نام SDA میشناسه. روش داره رایت میکنه. هر دو بیت دیتایی که بیاد یه بیتش روی دیسک یک ریخته میشه مثل استریپ. پریتی شده است که 3 ذخیره میشه. این باعث میشه که شما همون حالت میرور رو داشته باشید ولی در میرور شما دو تا هارد یه ترابایت بزنید چقدر حجمتون میده؟ 2 ترابایت. 1 ترابایت. میرور یه تو میرور یه ترابایت. اینجا 3 تا هارد یه ترابایت چقدر بهت حجم میده؟ 2 ترابایت. همون قابلیت رو داری. یعنی هر کدوم از این 3 تا دیسکت اگه فیل بشه تو دیتا رو داری. در میاری یه دیسک خام میذاری جاش از اون دیتای دو تا دیسک دیتای دیسک چی میشه؟ ریکانستراکت میشه. ولی یه فرقی با میرور میکنه. هر کدوم از اینا رو در بیاری دیتات قابل دسترس نیست تا وقتی که ریکانستراکت بشه انجام بشه. تو میرور یه هارد خراب شه و یکی هارد کل دیتا روشه. ولی در رید 4 باید دیسکت اگه خراب میشه سریعا یه دیسک جاش بذاری ریکانستراکت انجام بشه بعد شما همه دیتا رو دارید. چیزی نمیپره. خب خیلی خوبه این کار. بگو اگر بیشتر از 3 تا دیسک داشته باشیم چجوری اون دیسک آخری رو چیزی؟ مهم نیست. شما 10 تا دیسک داری همون ایکس اور. بله. شما دیسک 1 داری، دیسک 2 داری، دیسک 3 داری، دیسک 4 داری، 5 تا داری. همه رو 5 تا کردی رید 4. اینم دیسک 5. حالا 4 تا بیت دیتا میاد. خب؟ به ترتیب. بله. 4 تا صفر میاد. صفر. 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 صفر و صفر میشه چند؟ یک و صفر میشه چند؟ صفر. صفر و صفر میشه چند؟ یک. پس چیزی که ذخیره میشه دیسک 5 چیه؟ هر کدوم اینا رو میخوای حذف کن. دوباره اگه دیسک 2 رو حذف کنی اینا رو هر بار ایکس کور کنی میشه صفر. خب مشخصه دیگه کاملا. اینجا از 5 تا چند تا رو بهمون میده؟ 4 تا. همیشه n منهای 1. فرمولش میشه n منهای 1. خیلی عالیه. خب اگر اینجا دو تا دیسک با هم بذاری فیل بشه معلومه دیگه. خب یه بعدی داره رید 4 برای همین هم هیچ کسی استفاده نمیکنه. یکی از دیسکات که به عنوان دیسک پریتی مشخص شده بیشتر از بقیه زور میذاره. نه زودتر از بین میره پیر میشه. چرا؟ چون 4 ترابایت دیتا که ذخیره کنی روی اینا یه ترابایتش روی این ذخیره میشه، یه ترابایتش روی این، یه ترابایتش روی این معنی هر 4 ترابایت داره روش چی ذخیره میشه؟ دیتا ذخیره میشه. یعنی دو برابر دیسکای دیگه چی داره کار میکنه. یا بهتر بگم یه بیت اگه بیاد رو این ذخیره میشه، یه بیت بیاد رو این، ولی به ازای هر بیتی که ذخیره میشه باید یه ایکس اور روش چی بشه؟ ذخیره بشه. پس داره میشه. چی؟ باشه باید ذخیره بشه یا نشه؟ بعد ریت کنترلر رم چیکار؟ ذخیره باید بشه. چهار تاش حساب کنه یه بار دی 5 چهار تا همه با هم که نمیاد که اگه یکیش بعدن بیاد یکی دیگه. یعنی به ازای هر دیتا که رو هر دیسکی میاد این باید یه بار روش رایت انجام بشه. یعنی عمرش بسیار کوتاه‌تره. همیشه زودتر خراب. برای این منظور رید دیگه ای به وجود اومد نه رید 5 که قضیه رو رندوم کرده. یعنی یه دیسک خاص برای پریتی نذاشته. اگه در رید 4 نگاه کنید خیلی شیک توضیح داده A1 A2 A3 یعنی سه تا دیتا ریخته شده بعد AP اینجاست یعنی پریتی این سه تا B1 B2 یعنی کلا این دیسک 3 دیسک پریتیه. ولی در رید 5 در رید 5 اومدن گفتن برای که یه دیسکی خسته نشه در هر بار که دیتا می‌ریزیم یه دیسکو می‌کنیم پریتی. مهم هم نیست. یعنی یه بار A1 A2 A3 ریخته میشه این پریتی ریخته میشه اینجا. دیتای بعدی که میاد B1 B2 B3 اینجاست پریتی میشه این دیسک. یعنی آقا پریتی گردشی هست و
و مشخصه که هر بایت تا بایتی پریتیش رو کدوم دیسکه. پس برابره براحتی همه دیسک ها عمر یکسانی دارن. اولین رید به درد بخور رید 5. این اولین ریدی که ما استفاده واقعا میکنیم در دنیای واقعی رید چیه؟ رید 5 است. رید 5 هم این رید 4 این من های 1 بهت میده. بگو اینجا چجوری میفهمه که روی کدوم ریخته؟ مشخصه دیگه. مثلا میگه کنترلر به کنترلر فرق داره، معلومه که از کجوم کجای دیتا تا کجای دیتا پرتیش رو کدوم دیسک. مثلا مثال میزنم، مثلا 100 بایت اول دیسک فلان پریتیه، 100 بایت دوم دیسک فلان. سرعت پرفورمنسش هم ام ان او 1 برابر میشه دیگه. پرفورمنسش خوبه رید 5 دیگه. نه نمیشه اونجوری در نظر گرفت، ولی پرفورمنسش از استریپ یه ذره پایین‌تر هست به خاطر اینکه پریتی بعد محاسبه کنه، ولی از میرور خیلی بهتره. اگر دیسک اون خراب شه بعد بذاریم ساب کنیم، دیسک فیل که شد. بله، حالا تو رید کانفیگا مثلا شما اگر رید 5 میخوای کار را بندازی، الان رید 5 با چند تا دیسک را انداخته؟ 4 تا. یه دیسک دیگه ما اضافه میکنیم، اون تو رید نمیاریمش، اصلا به اون دیسک اضافه میکنیم اسپر دیسک. دیسک استند بایه تا وقتی یکی از این دیسکا چی بشه؟ خراب فیل بشه، خودش ریکانستراکت میکنه رو اون، بعد اینو میده بیرون فیل، نه که بده بیرون واقعا میگه فیل، بعد تو میری میکشی بیرون. یعنی ادمین حضور رو نداشته باشه هیچ اتفاقی نمیفته، باز یه مدت زمانی مثلا. بله اوکی. چجوری من مشخص میشه اسپیل تو کانفیگوریشن؟ من اصلا هیچ جا کانفیگ نگفتم. رید کنترلر رو کانفیگ میکنی، میگه آقا این دیسکا این 4 تا رو تو رید 5 کانفیگ کن، اسپیل اینا مثلا فلان دیسک. یه رید دیگه داریم استفاده نمیشه معمولا، به نام رید 6. اونم جواب سوال تو رو میده که آقا اگه دو تا دیسک فیل بشه چی میشه. این سوال تو یه سوالی که جوابش رید 6، یعنی دو بار پریتی سیو میکنه، خب؟ ولی معنی نمیده حالا این سه تا پس فیل بشه چی. مثلا اگه این بخوام بریم بالا، پس بعد به یه جایی واسه فایده نداره. آره برای رید 6 هست، ولی کسی ازش استفاده نمیکنه. برای همین میبینی که مثلا برای دیتا A یه ای پی یه ای کیو ذخیره کرده، یعنی دو بار پریتی رو محاسبه کرده و دو جا ذخیره میکنه. رید 6 باعث میشه که دو تا فعلا داشته باشی هیچ اتفاقی نیفته. رید 10 چیه؟ 10 نیست، اون اشتباه میاد. رید 10 اینجا نیست، 1 0. اون 1 0 پس شما باز رفتی جلو جلو خوندی. آره نه اصلا این که کلاس هم شده الان اینکه حالا ما یک سری رید داریم به نام رید های ترکیبی. اون دهی که تو میگی رید ترکیبی یک صفره که صفری یکش هم هست، حالا هر جور دوست داری میتونی کانفیگش کنی. اصطلاحا میگن رید ده، ولی غلط. حالا رید ده چیه؟ یه یک صفر، هم یک هم صفره. یعنی چجوریه؟ یه خود دیسکو حداقل چند تا دیسک میخواد؟ چهار. چهار عکسش داره نگاه کنه میگه داستان این شکلیه. شما 4 تا دیسک داری، خب میتونی رید 5 رو بندازی، یه دیسکت میره. میتونی یه کار دیگه بکنی، میتونی بیای دو تا از اینا رو با هم دیگه صفر کنی، این دو تا رو با هم چیکار کنی؟ استریپ کنی. یعنی در واقع هر دیتایی اومد اینجا در واقع نصفش رو این نصفش رو این، یعنی یه بیت A B مثلا، این هم همینطور مثلا C D. ولی به جایی که این کار انجام بدی، خود این دوتا رید رو با هم رید چی میکنی؟ یک میکنی، میرور میکنی. یعنی هر دیتایی از بالا بیاد، از بالا یه A بیاد، یه A میره این بر، یه A میره چی؟ این بر. ولی یه A اینجا ذخیره میشه، یه A اینجا. دیتای بعدی به نام B اگه بیاد، یه B میره این بر، یه B میاد این بر، ولی این بار یه B اینجا ذخیره میشه، یه B اینجا. به این رید میگن رید 1 0. دقیقاً برعکسش رو هم میتونی پیاده سازی بکنی. یعنی رید 0 1. این هاردات اینجا میرورن. بالا چیه؟ دیتا استریپ میشه، میاد پایین، پایین میرور میشه. معمولا یک صفر را میدازن به جای صفر یک. این پرفورمنسش میره بالا. بله.
هم میرور داری واقعا هم پرفورمنس بالاتر هست. هر چی چقدر بهت میده؟ نس ولی پرفورمنست خیلی خوبه. اینجا توضیح داده فکر کنم رید های ترکیبی رو نگفته، این رید های اصلی رو اینجا گفته بود. این اصلا فقط سرچ رید خالی حالا دیگه رید لیولز، ولی ترکیبی ها رو سرچ کنید ببینید. حالا میریم سراغ راه اندازی این رید ها در لینوکس. یه کامندی دارید به نام MDADM MDAdmin. با MDAdmin شما میتونید RAID controller بسازید روی لینوکسی. من یه مثال براتون زدم از RAID 5 همونطور که میبینید نوشتم MDADM create کن RAID 5. RAID دیوایسی که تولید میشه مثل LVM اگه یادتون باشه اینجا اسمش میشه چیه؟ اونجا DM میشه تو LVM، اینجا میشه MD. MD زیرات هست تو خودت مشخص میکنی ولی معمولا همون MD میذارم. یعنی بعد از اینکه ما رید رو ساختیم یه دیوایسی ساخته میشه به نام چی؟ /dev/MD0. اینو مثل یه هارد میتونی بری باش برخورد کنی ولی دیتایی که روش میریزی در واقع داره میره دست یک ریدی که با اون کانفیگ که تو گفتی داره پخش میشه. به طور مثال من براتون نوشتم ریدی که داره میزیم لیول 5 RAID devices 3 spare devices 1. یعنی من 4 تا دیوایس دارم بهش میدم، 3 تاشو به عنوان RAID استفاده میکنه، یکیشو به عنوان چی؟ spare. بعد هم دیوایس ها رو به ترتیب بهش میدیم. این زوم نداره، باید فونتشو بزرگ کنیم. مهم نیست. حالا همجوری ببینید، فایلشو تو میدم، چیز خاصی توش دوست. اون یو آر ال هم که بالا نوشتم کامل برای توضیح داده توی میتونید بهش بخونید یاد بگیرید. برای اینکه یه رید ساختید ببینید که واقعا ریدتون چی هست و چه دیوایس هایی توشه میتونید ازش دیتیل بگیرید یا کوئری بگیرید و ببینید که در واقع چی هست. اگه یه دیسکتون خراب شد میتونید از ریدتون دیسک رو حذف کنید با ریموف، میتونید یه دیسک جدید اضافه کنید به جای دیسک فیل شدتون. خلاصه همه این کارها رو میتونید انجام بدید. ولی بذارید من یه تستی براتون انجام بدم که اصلا تمام لینوکستون رو رید بالا میاری. یکی از این دیسک‌ها لینوکستون رو رید نمیتونی بالا بیاری. برای گراب نمیتونه از ام دی بفهمه. آره بعد یه پارتیشن جدا کنی حالا. ولی حالا بقیه لینوکستون رو رید آوردی بالا. خب حالا فیل شد. سوال هم دیگه فیل میشه. وقتی لینوکس چجوری میتونه بیاد بالا که این داره برداره برگردونه اون دیسک رو وقتی دیگه. شما ریبوت میکنی؟ خب؟ لایو یا لایو میاری بالا یا اگه اسپر بذاری اصلا نیاز نیست که این اتفاق بیفته، خودش این کارو انجام میده. اسپر چی بود؟ دیسک اضافه. وقتی خود لینوکس کرش کرده اسپر چجوری؟ چرا کرش بکنه؟ نه نه. چرا کرش بکنه؟ کراش که نمیگه. اصلا الان لینوکس روشنه. رید 5 داریم. خب. یه دیسپلی میشه. اینا کراش مگه میکنه؟ نمیاد. اصلا چرا ریبوتش کنیم؟ بله. دست من نیست سویچش. آقای خیریه نمیدونم کیه. ریبوتش کنیم بالا میاد یا نه؟ آره چرا نه؟ چون روی پارتیشن دیگه است که نه نه نه. آقا رید 5 یه دیسکتون فیل بشه مگه دیتا سر جاش نیست؟ ولی در اساس نیست. خب وقتی ریبوت در اساس هم هست ولی وقتی ریبوت میکنی باید ریکانستراکت انجام بشه، درسته؟ قبل از که لینوکس بیاد بالا ریکانستراکت انجام میشه. چجوری؟ چی ریکانستراکت انجام میده؟ خود در نفسار ریدی که تو کرنل هست. خب اینه چجوری میتونه بخونه؟ من بحثم اینه، من هنوز نفهمیدم کرنل چجوری میتونه لود کنه؟ دیتا هست ده. یه دیسک فیل شده باشه. خب در اساس هم هست. چرا در اساس نیست؟ پس اون پریتیا چی بود؟ ایس او ریگز او را خب ما باید ساب کنیم اون دیسکو بذاریم برگرده همه جا. نه 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 ببین چجوری باید این رو بگم کو همین ببین این رید 4 یا 5 فرق نمی کنه. خب شما الان یه دیسکت اینجا فیل میشه، دیتاش دقیقا روی این هست. خب
آنلاین شما دیتا کات میکنی یه فایلی رو، فایل دیتاش رو دیسک دیگه، یه بخشش رو این دیسک بوده، یه بخشش رو این دیسک، یه بخشش رو این دیسک. شما الان گفتیم دیسپلی میشه ریکانستراکت بکنی که چی؟ که اگه یه دیسک دیگه فیل شد تو دیتات نپره. آها استاد، بس شما ازتون پرسیدم چی پرسیدی؟ گفتم استاد وقتی یه دیسپلی میشه همونگاه میتونیم دیتا رو ببینیم؟ شما گفتید نه. بعد اشتباه گفتم، نه منظورم این بود که ریکانستراکت انجام بشه شما دوباره به وضعیت نرمال برمیگردی، میتونی یه دیسک دیگه فیل بشه، ولی هر کدوم از این دیسکا فیل بشه دیتات همونجا هست و دیتات هم همونجا لایف ساخته میشه. بعد هیچ مشکلی نداره. اصلا رید 5 دیگه. 5 4 فقط استریپه که اگه فیل بشه یه دیسک، اصلا رید نیست در واقع، اون فقط یه حالتی که تو دو برابر حجم تو میتونی استفاده کنی. اگه میخوای معمولا رید صفر استفاده نمیکنه کسی. اگه بخواد استفاده کنه تو لینوکس از ال وی ام استفاده میکنه. چه کاری؟ شما دو تا دیسک میکنی ال وی ام، در واقع معنی رید نمیده. خب یه خوبی که تو رید وجود داره اینه که بلاک دیوایس قبول میکنه، پس میتونه به جای هارد دیسک ما پارتیشن معمولی هم برش چی بدیم. همونطور که میبینید من تو این مثال این کار کردم. بریم یه رید بسازیم ببینیم چی میشه. کوین لینوکس خاموشه. خب استوریج این دیسک ریموف بشود، اینجا یک دیسک، سه تا دیسک جدید اضافه میکنیم. Add hard disk VDI Dynamic 1 گیگ دیوان. Add hard disk Create new disk. بهتره برابر باشه. اگه نباشه با پارتیشن ما یکسانش میکنیم، یعنی میایم توش یه پارتیشن میسازیم، مثلا یکیش یک گیگ، یکیش یک خورده، دو تا پارتیشن یک گیگ میسازیم، پارتیشن ها رو SDB1 SDC1 رو میدیم به رید کنترلر. دو یک گیگ اصلا بهتره همیشه وقتی خواهر رید استفاده کنیم. حالا یه هاردامون یکی باشه استوریجش یا پارتیشن همون دیگه، درسته؟ باید یکی باشه، میگم اگه یکی نباشه باید باشه. بله بهتره، بهتر یکی باشه، منظورم که بهتر یکی باشه پارتیشن نسازی. یه اسپیر هم میسازیم ها. کجا رفتم؟ ها؟ پروندمش فکر کنم. کلن پرید. نه پرید. از اول. از سر. فکر کنم الان حتی به کرییت هم گیر بده چون دیسکا رو ساخته. دی یک آره نه دیگه همون رو اد میکنه، همون رو نه اصلا دارم بر میگردم، کنسل نداره، دکمه به نام کنسل نداره. اینجا باید بگی existing disk، بعد بلند شی بری در virtual machines virtual box MTA اینش اد کنی. دوباره باید بگی add hard disk choose existing دو نداره، دو add hard disk choose existing دیسه اینم آخری دی فور یک گیگ. خب اوکی بیا بالا. SDBCDE داریم، تک تک استفاده کنیم میخوایم ریدش کنیم. پس برابری میتونیم بیایم یه ترمینال باز کنیم، sudo dash s و
کامندی که داریم اینجا کپی کنیم، بیاریم پیست کنیم، بگیم که خب کرییت کن MD0 RAID 5 سه تا دیوایس یه اسپیر، اینجا به جای STA1 میگیم STB STC STD STE. تموم شد. ما ریدمون الان ساختیم. رید ما حجمش الان چقدره؟ 3 گیگ باید باشه. یعنی من میتونم اف دیسکش کنم، کاری نداریم. اف دیسک سلش دیو سلش جی MD0 P N P 1 از اینجا تا اینجا W بعد MKFS چه میدونم .ext4 /dev /MD0P1 اسمش این شکلی میشه، بعد mount /dev /MD0P1 به /c MNT mount میشه، در نهایت DF-H ببخشید 2 گیگ میشه. ما یه دیسکمون اسپیر کردیم، یه اسپیر کردیم، بین سه تام چی رو انداختیم؟ رید 5 رو انداختیم. الان من دیو ام دی 0 پی ای که من چقدره؟ 2 گیگ. ام دی ای دی ام کوئری دیتیل /dev/MD0 خیلی اطلاعات بهتون میده. مثلا اینجا بهتون میگه چه دیسکایتون الان تو رید داره استفاده میشه، چه دیسکتون به عنوان چی قرار گرفته، اسپیر قرار گرفته، یو یو آی دیش چیه و خلاصه وضعیتش چیه، استیت الان کلینه و سایز اریتون چقدره، چقدر بهتون فضا داده و غیره. الان خیلی شیک ما داریم از این را چکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. حالا میتونیم یه سیمولیت کنیم فیل شدن یه دیسکو. یعنی ما اینجا میتونیم فیل میکنیم، یه جا داره چیز میکنه. نه من میخوام این دستور رو بزنم، فیل کن SD مثلا C رو مارک کن فیل. میگه در واقع زورکی بهش گفتید آقا این دیسک خرابه. خب به ریدمون میگید زورکی دیسک استیسی چیه؟ خرابه. حالا اتفاقی که میفته یک کوئری بگیرید، الان سری دیسک SDE رو آورده چی؟ سر جاش. SDC رو گذاشته کجا؟ بیرون، ولی اسپیر گذاشته، ولی چیه؟ فالتیه. برای اینکه قضیه حل بشه شما باید ریمووش کنید SDC رو. الان هات ریمووش کردیم رفت، یعنی اگه دیتیل بگیرید اصلا کلا اسپیر دیگه چی؟ نیست. میتونید دوباره ادش کنید، این دفعه ادش کنید، گویا دیسک جدید آوردیم جاش گذاشتیم. حالا میتونید چیکارش کنید؟ ادش کنید. خیلی شیک میره کجا میشینه؟ میره اسپیر میشینه دیگه، هم فالتی نیست. حالا هر کدوم بیاریم بیرون این دوباره میره چی؟ جاش میشینه. همه اینا هم سیملس، یعنی دیتاتون هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه سر جاش. میشه یه فایل بهتون میدم دیگه. نه میخوام حالا که خودمون گفتیم که یکی از دیسکامو فیل شده فرق نمیکنه، شما برید خاموشش هم بکنی همین. خب هر رو میخوام بگم اگر که مثلا ویدیو اون داره رید و رایت انجام میده ما یکی از هارد رو در بیاریم از اون تو، خب بعد این خودش رو زامتی جایگزین میکنه، یه دونه همه این کار رو خودش انجام میده. بعد از ما کابل برش رو قیچی ببنوز نقطه که در مورد رید وجود داره اینه که وقتی سیستم خاموش میکنی روشن میکنی دیگه ریدی وجود نداره، میاد بالا در واقع شما سه تا دیسک میبینی، MD0 وجود نداره.
خب برای که اتفاق به نظر شما وحشتناک نیفته، داستان اینه که رید مثل LVM نیست. LVM دیتاش رو چی نوشته میشه؟ رو خود اون PDA نوشته میشه و دوباره که بیاد بالا با یه دونه VG اسکن همه چی حل میشه. ولی در رید متاسفانه تو باید بدونی چی و با چی چه نوعی رید کردی. هر بار میاد بالا باید دوباره رید رو چیکار کنی؟ اسمبل کنی. ولی این کار تو نکنی یه فایلی وجود داره به نام کانفیگوریشن رید. این کامند میری توش میدیویسی هر بار که سیستم بوت میشه همون رید دوباره اسمبل میکنه ام دی 0 رو میسازه. این هم معادل همون کوئری دیتیل کوچیکش. استاد اگر یه دونه فالتی اسپری داشته باشیم چطور میشه؟ جابجا میکنه اگه یه دونه فیل کنه دیگه دیتا خداحافظ. ولی اما نفهمیده باشیم چی؟ خداحافظی؟ فهمیده باشی دیگه دیگه میخواد گلا همی کار بکنه. شما باید وقتی رو رید کنیم؟ رید هفته باید بینیمسی. رید هفته باید بینیمسی خودش. فالتی اسپری یعنی چی؟ یعنی که آقا یه دیسک خراب داریم باید تو بیاید ریپلیسش کنی. حل خسته نباشی. این پاور آفش کنیم بره، کاری باش نداریم. اکسپورت میکنیم چیزایی که معلومه خواهم تونم یه URL هست همین دیگه. خب NFSTC آها اسلایر میگی. بله بله بله. همه ستایی همه یکه